دیگه سوال کردن، گفتن که آیا اگر وضو نگیریم با غسل میتونیم نماز بخونیم؟ غسل سه تا فرض داره. یک شستن دهن، شستن بینی و شستن تمام وجود. در وضو شستن دهن و بینی فرض نیست، فرض نیه، اما از آنجایی که این ما دو رقم غسل داریم، یک غسل جنابت داریم یک غسل سنت داریم که معمولا روز جمعه یک نفر غسل میکنه به خاطر نماز جمعه، روز عید غسل میکنه به خاطر نماز عید. این غسل تا او فرقش اینه که در غسل جنابت شستن دهن و بینی فرضه، یعنی اگر دهن و بینی شسته نشد کل وجود شسته بشه دیگه غسل از هم صحیح نیه، نماز از هم صحیح نمیشه، نماز از هم صحیح نمیشه. اما اگر یک نفر غسل جنابت نیه، یا مثلا خانم ها از عادت ماهانه پاک میشن، غسل از اونها واجبه، یا بعد از تولد طفل که غسل میکنن غسل از اینا فرضه و بعد دهن و بینی شسته بشه و اگر شسته نشد غسل از اینا صحیح نمیشه. اما به این چنین غسلی که دهن و بینی شسته نشد نمازم صحیح نمیشه، چرا غسل صحیح نشده. اما غسل مسنون یا غسل مستحب، نفر مثلا رفته داخل حمام یک دوش میگیره کل وجود، یعنی فرائض اینجا شسته میشه، دستا فرضه، صورت فرضه، مسح و دست میکشه، پا خورم میشوره، فرائض به جا میشه، میمونه در قسمت دهان و بینی که اینا سنته. اگر اینا ترک شد وضو صحیح هست، به همین وضو میتونه نماز بخونه، اشکال نداره.